جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، گزارشی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد. وی در بخشی از سخنانش گفت: گزارشی که امروز ارائه می دهم واقعیت تلخ وضعیت حقوق بشر در ایران را نشان می دهد که با نقض مداوم حقوق بشر و معافیت از مجازات ناقضان حقوق بشر مشخص می شود. وی در ادامه گفت: دولت هیچ تحقیق مستقل، بیطرف و شفافی در مورد جانباختن ژینا، مهسا امینی انجام نداده است و همواره هر گونه سوء رفتار یا تخلف خودشان را رد کردند. As of 31st July, the use of unlawful lethal force by security forces. تا 31 ژوئیه استفاده از نیروی مرگبار غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی منجر به کشته شدن حداقل 537 نفر، از جمله حداقل 68 کودک و 48 زن شده است و هزاران نفر دستگیر، بازداشت یا زندانی شدند. جاوید رحمان در بخش دیگری از سخنانش گفت: در فقدان حسابرسی در سطح داخلی من قویاً از ایجاد یک مکانیزم مستقل تحقیقاتی بین المللی حمایت کردم. شورای حقوق بشر در 24 نوامبر 2022 یک هیئت حقیقت‌یاب بین المللی مستقل با مأموریت تحقیق در مورد موارد نقض حقوق بشر مربوط به اعتراضات از 16 سپتامبر 2022 به ویژه در رابطه با زنان و کودکان ایجاد کرد. من به طور کامل با هیئت حقیقت‌یاب همکاری کردم و مشتاقانه در انتظار گزارش و یافته‌های آن هستم. نمایندگان کشورهای مختلف در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد از گزارش جاوید رحمان در مورد ادامه نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران حمایت کردند و نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کردند. در این زمینه نماینده آلمان گفت: باید در مورد اقدامات خشونت‌آمیز سرکوب تحقیق شود و افراد مورد حسابرسی قرار بگیرند. اجرای حکم اعدام در پی محاکمه‌های ناعادلانه بعد از استفاده سیستماتیک از شکنجه مصداق اعدام‌های خودسرانه است. ما به رژیم ایران فراخوان فوری می‌دهیم که به بازداشت‌های خودسرانه معترضین، خبرنگاران و سایر کارکنان رسانه‌ها و همچنین مدافعان حقوق بشر پایان دهد. نماینده آمریکا هم در کمیته سوم مجمع عمومی گفت: گزارش‌های مربوط به قتل‌های غیرقانونی، سرکوب، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، خشونت‌های جنسیتی، محاکمه‌های ناعادلانه، قطع اینترنت و آزار و اذیت و سوء استفاده هدفمند نشانگر ظلم رژیم ایران است. ما از همه کشورهای عضو می‌خواهیم در کنار مردم ایران بایستند. در این خصوص نماینده کانادا هم گفت: وضعیت حقوق بشر در ایران اسفناک است. تبعیض علیه زنان و دختران همچنان ادامه دارد و ما فقط می‌خواهیم یک بار دیگر اعلام کنیم در کنار مردم ایران از جمله زنان و دختران می‌ایستیم. در این جلسه نماینده انگلستان طی سخنانی گفت: انگلستان از اینکه سرعت اعدام‌ها در ایران همچنان در حال افزایش است نگرانی عمیق دارد. نماینده استرالیا هم نظر کشور مطبوعش را این طور بیان کرد: Trials conducted in Iranian courts routinely fall short of internationally acceptable standards of fair trial or due process. نقض تکان دهنده حقوق بشر توسط رژیم ایران بی‌وقفه و بدون محدودیت ادامه دارد. استفاده رژیم ایران از مجازات اعدام، از جمله اعدام معترضان، موجب نگرانی جدی ماست. ما از رژیم ایران می‌خواهیم که استفاده از مجازات اعدام را متوقف کند. محاکمه‌هایی که در دادگاه‌های رژیم ایران انجام می‌شود، از روند عادلانه برخوردار نیستند و در بسیاری از موارد اعترافات به زور گرفته می‌شوند. دستگیری و بازداشت خودسرانه به عنوان سلاحی برای به سکوت کشاندن مخالفان به کار می‌رود. رژیم آخوندی تاکنون 69 بار در جامعه جهانی به دلیل نقض حقوق بشر محکوم شده و تا ریشه‌کن شدن این رژیم این نقض‌ها با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.